ندای یا عشق را در من برانگیز ندای عشق را در من رسا کن از این مرداب بودن در حراسم مرا از ننگ بی رها کن مرا مهتاب کن در تیر شب مرا مهتاب کن در تیر شبها که به هر کلبهای ویران بتابم. با درود خدمت هموطنان عزیزمون در سراسر جهان با برنامه در پرتو عشق هستید سپاسگزار از اینکه اجازه دادید به توسط شبکه امید جاودان مهمان منازل شما خوبان باشیم شبکه امید جاودان بیش از دو هفته هستش که روی ماهواره هستش سپاسگزار میشم از آقای یاسر عزیزم که کارگردان این برنامه هستن آدرس فرکانس این شبکه رو روی صفحه داشته باشیم و خواهش میکنم عزیزانی که حتی شاید برای اولین بار هست شما شاید این شبکه هستید و این برنامه هستید اگر مایل هستید که با یک شبکه خانوادگی که میتونه برای شما نسبت به امور زندگیتون سالم باشه میتونه نسبت به آنچه که در قلبت هست نسبت به کلام خدا خدا و حقیقت نیز جستجوگر اون هستید مفید باشه میتوانید این آدرس رو لطف کنید برای دوستانتون بفرستید از ایمانداران مسیح خواهش میکنم لطف کنید آدرس این شبکه رو روی برچسب هایی که میشه وست کرد روی دیوار قرار داد و یا اینکه توی اتوبوس مترو جایی میرید کاغذهایی که بتونید بذارید و اسم شبکه رو بذارید و آدرس پرکانس رو بذارید برای دیگر هموطنان که ماهواره دارن و مایل اگر هستن بتونن از این شبکه استفاده کنن سعی ما در این هستش که در شبکه امید جاودان با برنامه های متنوع هرچند هدف ما آزادی کشور عزیزمون ایران هست از بند اسارت نظام اسلامی و همچنین نجات ایرانیان هستش از ناامیدی ها از نگرانی از ترس از غم اینکه بعد از اینکه ما این جسم رو گذاشتیم کجا خواهیم رفت و ما این خبر خوش انجیل رو نیز به گوش شما عزیزان میرسونیم که کلام خداوند اعلام میکنه هر کس به مسیح ایمان بیاورد هلاک نخواهد شد بلکه اون شخص حیات جاوید داره امید داره میدونم خیلی سخت است این روزها ما با چنین جملاتی روبرو بشیم و دلگرم بشیم علتش این هست که چهل سال آنانی که خود را نماینده خدا که البته به درستی نماینده الله هستند چرا که الله یک بت هست خدای خشم و غضب هستش معرفی کردن مسلما میل به این شاید در خیلی از هموطنان ما نباشه دیگه در این رابطه بشنون اما باور کنید منم که از بکران اسلام آمدم روزگاری مثل خود تو بودم هموطن عزیزم و وقتی که با مسیح ملاقات کردم محبت مسیح رو چشیدم انجیل مسیح رو خواندم متوجه شدم آنچه که ما کورکورانه از گذشتگان خود یافتیم چقدر بیهوده بود و بی سمر سمرش فقط رنج و درد بود و چهل سال داریم میبینیم در کشور عزیزمان ظلم و ستم این باور دروغین شیطانی به نام اسلام بوده پس تشویقت میکنم هموطنم که امروز شما شاهد این برنامه هستی لطف کن و لطف به هموطن خودت بکن لطف به خودت که بتونید جامعت آگاه بشه و این دانش رو داشته باشه آدرس فرکانس شبکه امید جاودان رو به دیگران برسونید حالا یا حالتی باشه که بتونید پخش کنید توی کوچه و خیابون و یا اینکه به دوستانتون بگید که شاید این برنامه باشن تا باعث برکت و امید و سرفرازی و آگاهی و آزادی و نجات ایران و ایرانی باشه هم وطن خوبه قبل از اینکه بخوایم به مسائلی بپردازیم میلی به این دارم که برایش تو هم وطن عزیزم با هر باوری که هستی مهم نیست حتی میگه من خدا باور ندارم خدا تو رو باور داره شاید خیلی از بچه ها از والدین ناراحت هستن و گاهی ناراحت میشن میگن تو پدر مادر ما نیستی ولی اون پدر و مادر خوب میدونن که اونها بچه های اون هستن و این دلسوزی رو نسبت به اونها دارم و چقدر خدا که ذاتش محبته در نامه اول یوحنا چهار هش اعلام میکنه میگه خدا محبت هستش و اون خدای محبت که محبتش بی انتهایی نداره اعلام کرده تو را هرگز رها نمیکنه با هر دین و هر باوری که هستی اون عاشق تو او تو رو دوست داره برای اولین بارم شده بیا در نام عیسی مسیح میخوام برای تو هم وطن عزیزم دعا کنم و اگر به مسیح ایمان دارید کلام خداوند اعلام میکنه که هرگاه دو یا سه نفر در نام مسیح هر آنچه بخواهند به آنان داده خواهد شد لحظه با دعای من لطفا متحد بشید در آسمانی خدای قدوس رو شکر میکنم برای محبت عظیمت برای این وقتی که تو مهیا کردی باشه که خدای قدوس مطابق فیضت آنانی که با دعای من متحد هستن چه در این برنامه که زنده است و چه در تکرارش تو آنان را خداوند مبارک بخوانی به مسندهای دلشون تو خدایی هست که جهان را آفریدی اگر امروز نیازی در زندگی ما هست خداوند تو اجازه دادی این نیاز در زندگی ما باشه پس برکت بده خداوند آنانی که با این دعا متحد هستم و تحت فیض عیسی مسیح کشور عزیز ما را خداوند از دروغ و مذهب دروغ خداوند و ظلم و ستم نظام اسلامی تو آزاد کن در نام پر جلال مسیح آمین آمین که با ایمان دریافت هفته آبان رو پشت سر گذروندیم به گوش ما رسید تصاویری دیدیم هرچند که نظام اسلامی سعی و تلاش در این داشت که مانع این بشه که مردم به پاسارگاد برن اما هموطنان ما قدم هاشون رو اونجا گذاشتن اونجایی که متعلق به مرکز عبادت هست در حضور خداوند این رو میدونیم مطابق کلام خداوند کلام خدا اعلام میکنه که کوروش مسیح خداست حتی ما در کلام خدا نمیخونیم موسا مسیح خداست موسا را به عنوان بنده اعلام میکنه نه اینکه بخوام مقام موسا رو پایین بیارم هرگز هرگز خداوند در هر جایگاهی شخص رو بلند میکنه برای جلال نامش هرگز موسا آورنده شریعت بود و مرد خدا بود و خوب استاد اما کوروش کوروش بزرگ می دانیم که مسیح خداوند هست بیش از 20 بار در کتاب مقدس نام کوروش اعلام شده 150 سال قبل از اینکه کوروش متولد بشه در کتابی به نام اشعیا 45 که براتون خواهم خوند اعلام میکنه که خدا کوروش رو بلند خواهد کردش از ایران و اون رو به نام صدا میکنه از این رو هستش که میبینیم که در تاریخ یهودی ها تاریخ اسرائیل کوروش بسیار نام پرارزش و پربرکتی هستش و همچنین ایرانیان چرا که ایران هدیه از طرف خدا مردی بود به نام کوروش که قوم اسرائیل رو از اسارت بابل و همچنین اسارت ها رهایی داد و نه تنها او بلکه خشایارشا میبینیم که در کتاب مقدس عنوان میشه داریوش عنوان میشه و افراد دیگه که در کتاب مقدس اسمشون گفته نشده اما جمعشون رو اعلام میکنه گذشته از اردشیر میبینیم که سخن از ایرانی هایی میکنه که در اعمال رسولان باب دو اعلام میکنه به مسی ایرانی ها کرد ها و مادها رو اعلام میکنه پادها رو اعلام میکنه که به مسیح ایمان آوردن و کتاب مقدسی که امروز در دست اسرائیلیا هست و در دست ما مسیحی ها هستش میبینیم یک عشق و همبستگی عجیبی بین ایران و اسرائیل هست و خدا کار بزرگی با ایران و اسرائیل داره در روی این کره زمین نه که قوم ها و ملت های دیگه برای او بی تفاوت هستن هرگز اونها رو هم دوست داره و عاشق اونها هم هستش اما خداوند با این دو ملت کار بزرگی داره از این رو هست در طول تاریخ شاهد بر این هستیم چقدر اسرائیل از طرف شیطان به توسط بیخردان مورد حمله قرار میگیره و بارها میبینیم اسرائیل با خاک یکسان میشه فقط یک دیواری از ساخته های و آثار دست سلیمان رو ما میبینیم باقی مونده و همچنین کشور عزیز ما ایران میبینیم بارها مورد حجوم دشمنان مختلف قرار میگیره به طور خاص در 1400 سال پیش ما میبینیم که شیطان به توسط یک ایدولوژی یک باور یک حزب حزبی به نام الله که در سوره قرآن مایده، سوره مایده در قرآن اشاره به اون میکنه مورد حمله قرار میگیره و چقدر کشتار چقدر جنایات چقدر فساد در سرزمین ما ایجاد میکنن چه چشمهایی که در میان چه سرایی که زده میشه ای کاش مموری جن ما فریاد میزن که این اسلام و این باور اسلامی و این ایدولوژی اسلامی 1400 سال پیش چه بلایی سر ما آوردن و دیگه هرگز شما شاهد بر این نبودید که ایرانی ها ای باشن هرچند مزدور هستن هرچند بیخرت هستن با پای برهنه برن برفرض کربلا و برن زیارت دشمن خودشون برن کسی که باعث این همه درد و عذاب شدن و ما شاهد این نبودیم اون زمان که ایرانی ها به خاطر یک مرده یک جنایتکاری به نام حسین قمه بزنن پس تو هم وطن عزیزم آزاد شو آزاد شو همه آنچه را که در طول ایام 1400 سال انجام دادن شیعیان که در از خود شیعه یک حزب ضد اسلام بود اما فکر کرد این مار اگر پوست بندازه کبوتر خواهد شد و دید هرگز کبوتر که نشد خود شیعه الان به توسط شخصی به نام خامنه ای که ریشه های افکار ایدولوژی اسلامی خمینی درش نهفته است و بعد ارتش سپا که همه اینها در کنار هم هستند تا جهان رو به جایگاهی قرار بدن که اون جهان بشه جهان اسلامی به زور ما خبر خوش نجات رو میدیم اما هرگز 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 مسیح رو دست ما باد نکرده بگیم بیاید شما مسیحی بشید هرگز اما گویا اسلام باد کرده رو دستشون با زور شمشیرم شده باید شخص مسلمان بشه اما ما میدونیم که خداوند از کورش خودش مسیح خودش استفاده کرد تا بتواند امروز جلال خودش رو آشکار کنه و تا به امروز این یادگار هست از این رو هستش که شما متوجه میشید که نظام اسلامی آخوندها چگونه بر علیه کوروش سخن میگن یا اون رو منکر میشن در تاریخ و یا بر علیه او سخن میگن و یا مانع میشن حتی روز کوروش مردم بتونن دور هم جمع بشن مگر کوروش چی گفته غیر از اینکه دعا کرده آرزو کرده که خداوند ملت من رو از دروغ دور کن از دروغ خب وقتی میگه از دروغ یعنی از یک ایدولوژی مثل اسلام چون خود اسلام یک دروغه و خدای او که شیطان هستش کلام خدا میگه پدر دروغ گویان شیطانه پس با دروغ آمد خودش رو پیغمبر معرفی میکنه محمد و بعد از اونها با دروغ 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 و ام چهل سال خدا اجازه داد ما شاهد باشیم و علنا این دروغ رو ببینیم خدا رو شکر که میبینیم که مردم ایرانی ها دیگه به جایگاهی رسیدن دارن تحقیق میکنن به طور خاص نسل جوان چهره خودشون رو پاک کردن از تعصبات و اینک دارن با چشمان باز تحقیق میکنن هرچند جمهوری اسلامی در طول این چهل سال سعی کرد با فریب دادن با شرایط بد با ایجاد فساد و اعتیاد بین جوانان با فراری دادن اونها از کشور مانع این بشه که تفکر و اندیشه آگاه و آزادانه در ایران رشد کنه اما ما میبینیم نتوانسته مانع آگاهی مردم بشه پس خداوند مطابق فیضش در ایران داره کار میکنه در کتابی به نام ارمیا نیز اعلام میکنه کلام خدا و ارمیا 49 اعلام میکنه که در روزهای آخر شیطان که ساکن هست بر این سرزمین ایران و قدرت تاریکی هست این قدرت تاریکی شکسته خواهد شد هرچند که ایرانی ها به خاطر رنج ها و سختی ها آواره جهان میشن طوری که هیچ کجایی نیست که یک ایرانی نباشه اما نهایتا خدا برمیگرده بر قلب ایرانیان سلطنت میکنه از این شیطان وقتی که نسبت به این موضوع این آگاهی رو داشت یک باور دروغینی رو در ایران قرار داد به نام اسلام اما نهایتا خدا پیروز هست ما ایمان داریم ما ایمان داریم یهوه خدای حقیقی ما پیروز هست میخوام قسمتی از کتاب اشعیا رو برای شما بخونم که برمیگرده به 2700 سال پیش حدودا 700 سال قبل از تولد ایسای مسیح و 150 سال قبل از تولد خود کوروش داره این رو اعلام میکنه اعلام میکنه خداوند به مسیح خیش یعنی به کوروش که دست راست او را گرفتم تا به حضور وی امتها را مقلوب سازم یعنی اون امتهایی که در ظلم و ستم هستن مانند بابل که باعث آزار میشد در اون زمان برای ملت های دیگه از جمله قوم اسرائیل و کمرهای پادشاهان را بگشایم تا درها را به حضور وی مفتوح نمایم و دروازه ها دیگر بسته نشود چنین میگوید که من پیش روی تو خواهم خرامید. این جزء پیشگویی هست عزیزان که به کوروش میگه کوروش که هنوز به دنیا نیامده اما این امید و نویدی هست که داره خداوند به توسط اشعیا نبی با قوم اسرائیل سخن میگه و امیدشون میده و اعلام میکنه و جاهای ناهموار را هموار خواهم ساخت و دره های برنجین را شکسته پشت بندهای آهنین را خواهم برید و گنج های ظلمت و خزاین مخفی را به تو خواهم بخشید تا بدانی که من یهوه نمیگه الله میگه یهوه عزیزان پس هوشیار باشیم الله بت بود من یهوه که تو را به اسمت خواندم خدای اسرائیل می باشم به خاطر بنده خود یعقوب و برگزیده خیش اسرائیل هنگامی که مرا نشناختی یعنی هنوز متولد نشده بودی هیچی نمیدونستی. دونستی تو را به اسمت خواندم و ملقب ساختم من یهوه هستم و دیگری نیست ملت ایران هموطنان عزیز این را بدونید عزیزان یهوه خدای حقیقی ماست کتاب مقدس همون گونه که عرض کردم از پادشاهان ایرانی بسیار سخن میگه از اردشیر گرفته شده داریوش خشایار شاب و همچنین از کوروش سخن میگه از مردم ایران بسیار سخن میگه اما به من بفرمایید توی قرآن شما چه ایرانی رو پیدا میکنید اسم ایرانی تو قرآن کجا هستش به چه عنوان گفته شده اما کتاب مقدس سراسر ما بینیم که ایرانی ها را به نیکویی نام میبرند چرا کتابی رو باید توی خونتون داشته باشید که متعلق به تو و تاریخ تو نیست و هیچ سخنی از ایران و ایرانیان نمیگه تازه ایرانی ها رو زلیل میدونه تازه در اون و در احادیث ما میخونیم که ایرانی ها رو زلیل کردن آسیب رسوندن همین مسئله سید این سید یعنی چنی عربزاده دیگه به اون احترام بذار اما به اون یکی نه یا به اون بیشتر احترام بذار به اون کمتر احترام بذار همین تبعیض دیگه آپارتایت هست دیگه ما شاهده بر این هستیم دیگه هموطنان مطالب بسیار هست نمیخوام بپردازم به, به موضوع نقد اسلام در این وقت اما صحبت من این هست کتاب مقدس رو پیدا کنید بخونید انجیل مسیح رو پیدا کنید بخونید و بعد ببین آزاد میشی راحت میشی رابطه ها خوب میشه چون تو خبر, خبر, نداری که به توسط همون قرآن و باور اسلامی چقدر دیو و روحای بد توی ایران دارن ساکن هستن از جمله خود نظام اسلامی شما ببینید اینها چقدر اسیر دیو ها هستن که اگر بچه هاشون هم این دولتمندا بیان سخن آزادانه بگن و بیان اعتراض بکنن به ظلم اینها اونها رو میکشن من آقای محسن رضایی نبود پسرش احمد رو کشت و و و و بسیار هستن بسیار هستن و به راحتی میگذرن چون که در وجود اونها مهر و محبت خدا نیست بلکه خشم و کینه و نفرت شیطان هست پس خودت آزاد کن هموطن عزیزم بله در کتاب اشعیا 45 دارم میخونم از پنج بعد میگه من یهوه هستم و دیگری نیست و غیر از من خدایی نی من کم... کمر تو را بستم به کورش داره میگه هنگامی که مرا نشناختی تا از مشرق آفتاب و مغرب آن بدانند که سوای من احدی نیست من یهوه هستم و دیگری نی پدید آورنده نور و آفریننده ظلمت سانه سلامتی منظور شب هست ایزا نه اون ظلم و ستم و آفریننده بدی نه اون بدی که ما فکر میکنیم باعث موقعیتی میشه که درش رنج و ظلمت باشه اما اون چیزهایی که خدا اجازه میده در زندگی باشه برای شروران من یهوه سانه همه این چیزها را همه این چیزها هستم و آیات نیز ادامه داره اما این پیشگویی ما رو میرسونه به جایی که این اتفاق میافته آنچه که گفته شده انجام میشه در کتابی به نام کتاب ازرا که باز برمیگرده به 2500 سال پیش که کتاب ازرا ما شاهد بر همین اتفاقهایی که عنوان شد خواهیم بود در کتاب ازراب باب یک از یک براتون میخونم میگه در و در سال اول کورش که همون کورش هست پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود چرا که در اون نیز قید شده بود این موضوع خداوند روح کورش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت کورش پادشاه فارس چنین می‌فرماید و خدای آسمان‌ها که جمعی ممالک زمین را به من داده است خود کوروش داره میگه نمیگه الله به من داده داره اسم پدر آسمانی خودش اعلام میکنه دیدیم که در شنیدیم در کتاب اشعیا باب چهل و پنج یهوه خدای زنده خدای حقیقی که معنا داره میگه یهوه رافا یعنی خدای شفادهنده یهوه سبایوت خدای لشکرها یهوه یایرا خدای مهیا کننده یهوه شالوم خدای سلامتی و یهوه با خودش مدام برکت هست که برای انسان میاره انسانی که وفادار به او هست برای قوم اسرائیل برای کسی که مسیح ایمان میاره برای کسی که قلبش رو باز میکنه و مجال این رو نمیخواد بده که به روایت ها و احادیث دروغین شریر بره و به مذهب ها گرفتار بشه پس اعلام میکنه کورش پادشاه فارس چنین میفرماید یهوه خدای آسمان ها جمیع ممالک زمین را به من داده و مرا امر فرموده است که خانه برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد داره اشاره میکنه به قوم اسرائیل به مردم اسرائیل مردم اسرائیل کوروش داره میگه مردم اسرائیل من میخوام شماها را آزاد کنم اورشلیم رو بسازم خانه خدا رو بسازم آیا کسی هست که با من باشه امروز هم یهوه داره میگه ایرانی ها فرزندان من من میخوام مملکت رو به شما برگردونم ایران آزاد بشه در حکمت در عدالت در خرد در رحمت و بخشش در محبت و عشق زندگی کنه آیا کسی هست که در کنار این خدای حقیقی خدای زنده یهوه و بیسته و در برابر این ظلم و ستم ایستادگی کنه در قلم روی دعا و حکمت خدا این مبارزه رو داشته باش که این نظام اسلامی سرنگون بشه و بعد در آبادانی یه این سرزمین بیسته سرزمین ایران سرزمین مقدسی است و خدا میخواد ایرانی ها مقدس باشن از این رو هستش که در ابتدا باید فکر و دل و ذهن ما تقدیس بشه از هر دروغی از هر باور دروغینی مانند اسلام که چنین آسیبی در طول تاریخ 1400 ساله به سرزمین ما زده و چگونه مردم ما را گرفتار کرده به طور خاص این چهل سال به چه روشی خوی و مرام ایرانی ها را آسیب زده که این حس طمع در ایرانی ها قرار بگیره که من به فکر خودم زیبایی خودم خانواده خودم تیپ خودم ثروت خودم باشم درست که همه این گونه فکر نمی کنن. اما متاسفیم حقیقت تلخه اکثر ایرانی ها این گونه شدیم دوست عزیزی از ایران اومده بود چهار پنج روز پیش به من گفت بعد در رسول میبینم خیلی فعالیت میکنید خیلی هم هستن از ایران میگید از مردم ایران میگید ولی باور کنید مردم ما مثل گذشته 20 سال پیش که شما از ایران اومدید نیستن و من ناراحت شدم گفتم نگید این حرفو ملت ما همون ملت هم گفت نه اگر امروز شما تو خیابون ببینید یکی افتاده زمین همه از ترس اینکه اگه برن بلندش کنن نگر این انداختتش و یا اینکه وقت ندارن حوصله ندارن تنها کاری که میکنن با موبایلشون یه فیلم میگیرن از اون حوادث اون گونه نیستن ولی ما داریم دعا میکنیم چون ما میدونیم اگر امروز قشری از ملت ما بی تفاوت شدن سرد و ناامید شدن خودها و طمعکار شدن متاسفانه علتش شیطان و روحای شریر هست و همین باور اسلامی هست که اونها رو بی تفاوت کرده ما اینجا هستیم که دعا کنیم با فیض خداوند این آگاهی رو به ملت ما ملت خودمون برسونیم تا بیدار بشید و هموطنم خواهش میکنم حقیقت رو بطلب و مسیح میگه حقیقت رو بطلب که حقیقت تو رو آزاد خواهد کرد حقیقت تو رو آزاد میکنه هموطنم خواهش میکنم ما رک صحبت میکنیم من سالهاست رک صحبت میکنم خیلی هستن مثل من رک صحبت کردن شاید الان نیستن زندم نیستن و یا اینکه سنی ازشون گذشته و فوت کردن ولی هستن عیزانی که هنوز دارن رک صحبت میکنن بدون رو درواسی پدر و مادری که میبینه بچهش داره زهر میخوره مسلما این گونه نیستش که بگه کم کم بخور اونو اون شیشه زهر رو میگیره ازش نمیذاره بخوره ما چنین دلسوزی رو از طرف مسیح یافتیم از این رو هست صفت محکم میستی میگیم الله بوته هموطنم نظار بی برکتی وارد زندگیت بشه قرآن کتاب خدا نیست کتاب یک حزب سیاسیه که تشکیل دهنده تمام احزاب سیاسی و اسلامی مانند همین شیعه سنی داعش هست و مسیر مبارزش فقط بکش 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 دیدید که رهبران داعش چه پیام هایی رو میدن که یکیشون اعلام کرده بود آیا توی اروپا اسلحه به راحتی گیر نمیاد آیا کلنگ گیر نمیاد آیا چاقو گیر نمیاد برید بکشید این مسیحی ها رو و داریم میبینیم چه اتفاقی افتاد توی اروپا و این دولتمندان ساده در بند دموکراسی آزاد اسیر شدن و اونقدر دروازه های کشورشون رو به عنوان اینکه مهاجرین وارد بشن باز کردن که تروریست های اسلامی هم وارد شدن طوری که امروز ما شاهد بر این هستیم میشنویم که فرانسوی ها دارن مهاجرت میکنن از دست مسلمون ها به چه شبت ولی خدا رو شکر هموطنان عزیز ما که مسلمان هستن به خاطر اون جوهر درونیشون هرگز مثل داعش نبودن و نخواهند شد ما ایمان داریم از این رو تشویقتون میکنم خدا با ایران و ایرانیان کار بزرگی داره هموطن تحقیق کن انجیل مسیح رو انجیل برنابا نه انجیل برنابا آورده خود اسلام هست انجیل مسیح رو پیدا کن عهد جدید انجیل متا مرقس یوحنا لوقا درش هست پیدا کن و مطالعت شروع کن و بذار آزاد شه روح تو آزاد شه بذار با عطایایی که خدا به تو میده کارهای بزرگ بکنی در مسیر عشق و صلح و محبت قدم برداریم و اون موقع کوروش رو درون خودت خواهی دید بی خودی کوروش کوروش نمی کنیم کوروش درون تو هست به توسط روح القدس چرا که همون روحی که در کورش بود و به او چنین اقتدار داد و حکمت و قدرت داد امروز کسی که به مسیح ایمان می آورد روح کورش را خواهد داشت که روح القدس هست همان روح عیسی مسیح هست هموطن عزیزم که باعث صلح و سلامتی و آرامش و امنیت خواهد شد در کتاب ازرا باب یک از سه به بعد دارم میخونم پس کیست از شما از تمامی قوم او که خدایش با وی باشد یعنی رابطه با خدا داره عاشق خداست خدا رو دوست داره و نمیترسه بی تفاوت نیست او به اورشلیم که در یهودا است برود و خانه یهوه را که خدای اسرائیل و خدای حقیقی هست اینو کوروش داره میگه هموطنم از در اورشلیم بنا نماید و هر که باقی مانده باشد در هر مکانی از مکانهایی که در آنها قریب می باشد اهل آن مکان را به نقره و طلا و اموال و چهارپایان علاوه بر هدایای تبری به جهت خانه خدا که در اورشلیم هست اعانت نماید یعنی تمام شرایط و امکانات رو میده تا اسرائیلی ها خانه خدا رو بسازند. تو هم وطن عزیزم منتظر ترام نباش منتظر حقوق بشر نباش سازمان ملل نباش درست قدیم می گفتن سیاست کثیفه متاسفانه نباید اینطور بود سیاست باید پاک باشه اما در طول تاریخ شیطان نیست سیاست رو در خمره افکار خودش آلوده کرد و آلوده شد و کثیف شد سازمان حقوق بشر سازمان ملل کجا هستن تا بچه های خیابانی در ایران رو ببینن زن های خیابانی رو بی و بی سرپرست رو ببینن قبر نشین ها رو ببینن کارتون نشین ها رو ببینن جوانان ما که برای آزادی توی زندان کردن و کشتنشون رو ببینن یک صدایی میاد و میره اما آزادی برای ایران نمیاره هموطن عزیزم کجاست که سال 60 و 61 این همه کشتار رو ببینه سال هشتاد هشتاد و هشت ببینه این همه کشدار شد فقط میان یک حرفی میزنن ابتدا این سازمان ها در روی زمین سازمان هایی هستن که با عشق و محبت صحبت میکنن کم کم بیزینسی میشه کم کم میخرنشون جمهوری اسلامی هم پول داره میخره خیلی رو خرید خیلی یارا خریده هرکس یه قیمتی داره اما وقتی که برای خدا باشی یهوه باشی هیچ قیمتی نداری تو بی ارزش نیستی ارزش تو بسیاره قیمتی نداری که اون بتونه بخره چون قیمت تو محک زده شده با ارزش خدا کی میتونه خدا رو بخره وقتی کنار یهوه هستی کنار خدا ایستادی از این رو از کوروش توی آیه سه یک بار دیگه میخونم لطفا توجه کنید میگه پس کیست از شما که تمامی قوم که او خدایش با وی باشد فروخته نشه کسی نتونه اونو بخره کشیشی نباشه فروخته بشه خاخامی نباشه فروخته بشه آخوندی نباشه فروخته بشه استاد دانشگاهی نباشه فروخته بشه دکتری نباشه فروخته بشه افسر و ارتش بود نباشه که فروخته بشه فروخته نمیشه به هیچ وجه در هر جایگاهی که هست حقیقیه چون خداش با اون هست لزومی نداره خودشو بفروشه تشویقت میکنم هم وطن عزیزم تشویقت میکنم لطفا تحقیق کن به تو هرگز نخواهم گفت بیا مسیحی بشو تو مسیحیت یک بار مذهب میاره تو رو تشویق میکنم هم وطنم تحقیق کن نسبت به اون قرآنت و نسبت به انجیل مسیح و اگر در انجیل مسیح یافتی آرامش رو تشویقت میکنم با ما تماس بگیر و برای تو دعای نجات رو میخونیم یه چیز زوری نیستش هرگز هرگز در آخرین نامه ای که از یوحنای رسول مکاشفه یوحنای رسول هست باب سه آیه 21 اعلام میکنه عیسی مسیح من در پشت قلب تو ایستاده و میکوبم اگر در رو باز کنی من وارد شده و با تو خواهم بود برای همیشه دستگیرش هم سمت خودت گذاشته به زور نمیتونه بیاد مثل اسلام نیست که به زور وارد بشه با شمشیر باید بگی اشهد ان لا اله الا الله و اشهد ان محمد رسول الله بچه که به دنیا میاد باید به در گوشش بگی بچه که چی نمیفهمه ما بچه که به دنیا میان براشون دعا میکنیم اونها را تقدیم خدا میکنیم اما هرگز بهشون نمیگیم مسیحی بشم دختران من دختر بزرگ من بالای 20 سال بود تعمید گرفت و دختر کوچیک من در سن تقریبا 17 18 سالگی بود که تعمید گرفتش و هرگز فشار نیاوردم روش اجازه دادم دنیا زندگی که دنیا داره انجام بده ولی من تعلیم میدادم مسیحیت به ما یاد نمیده جبر باید باشه منم با جبر به مسیح ایمان نیاوردم و هرگز اینجا نیستم به کسی بگم با جبر قلبت رو, رو باز کن که مسیح در اون زندگی کنه هرگز چون خدای ما اولین برکت که به انسان ها داد آزادی بود از اتاق فرمان یاسر عزیزم در این سپاسگزاری خواهش میکنم که به سریقه خودشون بریم با هم سرودی رو داشته باشیم هموطنان عزیز از هفته بعد ما تلفن هامون باز خواهد بود و مایل هستیم از شما عزیزان که توی ایران هستید بشنویم اگر سوالی داشته باشید خوشحال میشیم که پاسخگوی جواب سوالات شما باشیم و اگر گواهی هست گواهی های شما رو بشنویم و اگر موضوع دعا هست همچنین بتونیم دعاهای شما رو بشنویم براتون دعا کنیم عزیزان که روی فیسبوک ما رو دارن تشویقتون میکنم لطفا شیر کنید اگر موضوع هست سوالی هست میتونید بنویسید و همچنین تشویقتون میکنم خداوند با قلب من صحبت کرده قبلا گفتم خدمت من خدمت جدعون هست جدعون بر علیه بت بلند شد من نیز بر علیه الله بلند شدم و برای رسوندن خبر خوش نجات خداوند با قلبم صحبت کرده که نیاز به 300 نفر بیشترم هم نمیخوایم 300 نفر که این 300 نفر از نظر مالی کنار من بیستید لطفا چون جدون با 300 نفر دشمن اسرائیل شکست داد با روزی یه دلار اگر کم درآمد هستی که ماهش میشه سی دلار لطف کنید ماهی سی دلار حداقل و اگر بیشتر بدید امکانات ما بیشتر خواهد شد و باور بفرمایید از این مبلغی که جمع میشه تمام و کمال فقط برای شبکه میره کاملا برای شبکه میره نه برای امور زندگی من نخواهد اومد من کشی کلیسا هستم از همونجا تامین میشم بلکه فقط برای تلویزیون ما گذاشتیم این قسمت رو پس تشویقتون میکنم لطفا روی سایت ما برید pwoc.church pwoc.church و می توانید هدایای خودتون رو اونجا ارسال بفرمایید و برای تکس شما برگه خواهیم داد در ایزان از داخل ایران ما هیچ کمکی نمیگیریم عزیزان که در داخل ایران هستن اگر میل به کمک دارید لطفا با ما تماس بگیرید ما نیازمندهایی رو اونجا میشناسیم دوست داریم شما به نیازمندان در ایران کمک کنید. پس هر چقدر کمک میخواید به ما بکنید بذارید برای نیازمندان در کشور عزیزمون ایران که در اون قسمت استفاده بشه اما اروپا خواهش میکنم عزیزان که در اروپا هستید در استرالیا هستید در, استرالیا هستی، در ارو... کانادا هستید در آمریکا هستید لطفا کمک های مالیتون رو به ما برسونید و خواهش میکنم عضوی از این 300 نفر بشید تا بتونیم این شبکه رو روی ماهواره پیوسته نگه داریم و کارمون هم وسیع‌تر کنیم بریم با همدیگه سرودی رو ببینیم برمیگردیم با شما عزیزان خواهیم بود شهادت سپید آمین سبزستان غیرت سلام یاسمان سمان عشق و ایمان سلام ای تیر را اندر کمان کن دوباره آرشی دیگر ایان کن به تازم رخش را در بیشه هایت به زایان رستمی از ریشه هاید سلام ای دشت های باز و روشن سلام ای چشم سار عطر گنشن سلام کوخ های سخت و سرکش سلام ای آبی دریای بیغش به تابان شمس عشق مولوی را بخانی نامه های مصنوی را شکوفا کن شکوه شرقی را مدابا کن قم بی دردی را سکوتم را. تمام حرفایم را قزل کن به مردانت بگو از نسل نوران بگو از آدگاه از بندون بگو از سوزها و سازهایت فدای مستی بد آوازم بزن آهنگ دیگر گون من اشکن قفص را پر بزن جان ها فدایت ای وطن تا خلی ها پر باستان راهی به فردا باستان بالا بلند اصبار آتش بشار اشقیان به بد خواهان تو لحظت به جشمی مان تو ششم بدست تو دوستان گرامی و همکیشان عزیز این جانب کشیش رسول هیدری با هدایت خدا مطابق کتاب هفتم باب هفتم آیه هفت در کتاب داوران اشاره به 300 سرباز وفادار به خدا که در کنار جدعون نبی می باشند الهام گرفته تا برای گسترش خدمات بشارتی و همچنین همدردی برای مردم ایران در چنین شرایط سخت ضرورت می دانیم تا تلویزیون امید جاودان را روی ماهواره پخش نماییم از این جهت نیاز به 300 عضو نسبت به این رویا را داریم تا با کمک مالی خود ماهانه از سی دلار به بالا دست یاری به این شبکه را بدهند در صورت تمایل لطفا با شماره تلفن 818 716 4 تا تماس حاصل فرمایید با سپاس با سپاس از هموطنان عزیز که اجازه دادن شبکه امید جاودان به طور خاص برنامه در پرتوی عشق میهمان منازل شما خوبان باشه سپاس ازتون خواهش میکنم و تشویقتون میکنم لطفا اگر این شبکه رو مفید میبینید با توجه به اینکه یک شبکه ای هستش که به راحتی خانواده ها میتونن استفاده کنن سعی کردیم در کنار اینکه خبر خوش نجات و همچنین در با کشور عزیزمون بی تفاوت نباشیم از مفصلین سیاسی استفاده کنیم برای رسوندن آگاهی ها از شبانان و کشیش های محترم از جمله خود منم در این قسمت سعی و تلاش دارم در تو با کلام خداوند تعلیم بدم موعظه هایی رو میذاریم و دیگر ایمانداران استفاده بکنیم و بتونیم برنامه های متنبه برای جوانان داشت باشیم برای داشته باشیم برای کودکان داشته باشیم میتوانید شما عزیزان وقتی که این شبکه رو دیدید تو چند روز و میل به این دارید که میتونه مفید باشه و دوست دارید لطفا آدرس فرکانس ما رو برای دوستانتون ارسال کنید همیشه سعی میکنیم که در تمام برنامه این آدرس رو داشته باشیم پایین صفحه الان آیی از عزیزم کارگردان شبکه عمده جاودان این آدرس رو گذاشته لطفا این آدرس رو یادداشت کنید خواهش میکنم به طور خاص ایمانداران مسیح خواهش میکنم یادداشت کنید و از اون بتونید یه دبیستو کپی بگیرید توی مترو میرید توی خیابون میرید جایی میرید توی پارک میرید این رو بذارید که عزیزانی که میان اونجا رد میشن بتونن با این فرکانس شبکه ما رو بگیرن و اونها نیز در مسیر رسیدن به آزادی و نجات ایرانیان نیز همه ما با هم متحدن یک قدم درست برداریم با یه دست حقیقتا این رو بدونیم ایزان کاری نمیشه صدا نداره ما یه تیم هستیم امروز منم در کنار تو هموطنه که آزادی ایران رو میخواید ایستادم حتی اگر باورت یه چیز دیگه یه. مهم نیستش به عنوان یک مسلمان هستید این رو بدونیم خدمت اول من برای مسلمانان هست تا مسلمانان آگاه بشن و بتوانند در مسیر آزادی که مسیح براشون آورده قدم بردارن و هرگز 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 من هیچ مسلمانی رو نقد نمی کنم. یعنی بر علیه سخن نمیگم حتما اسلام رو نقد خواهیم که تا دانشم اجازه بده و از اندیشمندان دیگه استفاده خواهیم کرد این رابطه ولی این رو بدونیم که هرگز ما اینجا نیستیم که باورمندی رو نسبت باور خودش نقد کنیم پس این رو به عنوان توهین ندین اگر ما اسلام رو نقد میکنیم هدف ما این نیست که به کسی توهین کرده باشیم ما عاشق شما هستیم و احترام میذاریم به شما و از این عشق هست که این خبر خوش نجات رو داریم به گوش شما خوبان میرسونیم پس خواهش میکنم آدرس فرکانس ما رو به دوستان دیگر بدید و اگر پیشنهادی دارید میتونید با شما تلفن 818 716 4 تا 3 با ما تماس بگیرید و اگر میبینید که تلویزیون برنامهش خوب پخش میشه به ما اطلاع بدید اگر میبینید خراب پخش میشه لطفا اطلاع به ما بدید تا بتونیم برنامه ها رو با کیفیت خوب به منازل شما خوبان بیاوریم. داشتیم درباره کوروش صحبت می کردیم با شما عزیزان از کتاب مقدس همونی که ارز کردم بین ایرانی ها و اسرائیلی ها دوستی بسیار کهن و قدیمی بوده و در از ایرانی ها و اسرائیلی ها هر دو در کنار هم خودشون رو به عنوان اینکه در یک کشور سرزمین و هموطن همیشه اعلام کردن اونقدر به هم نزدیک هستن بسیار کتاب های تاریخی در قوم اسرائیل و قوم یهود هست هموطن عزیزم که نشون میده که ایرانی ها و اسرائیلی ها چقدر شیفته هم بودن همدیگر رو دوست داشتن و یکی از موقعیت هایی رو که ما میبینیم که این جوشش و همبستگی و این پیوند زیبا رو ایجاد کرده به توسط کوروش مسیح خداوند بود که خدا از کوروش استفاده میکنه و حتی 150 سال قبل از تولدش در کتاب اشعیا پیشگویی میشه به توسط اشعیا و در کتاب ازرا این پیشگویی پیش آمد میشه یعنی اعلام میشه و میبینیم در کل کتاب مقدس و در تاریخ دوستی ایرانی ها با اسرائیل یا چقدر عمیق هست اما شیطان همیشه در صدد این بوده که هدف خدا رو نیز دور کنه از ملت ها به طور خاص ملت ایران و ملت اسرائیل تشویقتون میکنم هموطنان عزیز کتاب مقدس رو پیدا کنید بخونید روی اینترنت میتونید پیدا کنید درسته امروز در کشور عزیز ما ایران به خاطر حضور قدرت اسلام نمیتونه اون آزادی باشه که شما کتاب مقدس رو تهیه کنید اما روی اینترنت میتونید برید اپ مخصوصی داره کتاب مقدس یا بایبل رو بزنید که بایبل فارسی رو بزنید که میتونه به شما کمک کنه و این آگاهی رو به شما برسونه نسبت به این کلام زنده خدا و این رابطه عاشقانه ایرانی ها و اسرائیلی ها با هم که متاسفانه جمهوری اسلامی آخرین تیشه های پرقدرت خودش رو سعی کرده بزنه که این پیوند از هم جدا بشه و گسسته بشه اما ما ایمان داریم که خداوند که ریسمان سوم این پیوند هست مجال این رو نمیده گسسته بشه ایرانی ها و اسرائیلی ها کنار هم خواهند ایستاد و برای جلال نام خدا زندگی پاکی رو خواهم داشت و اون رو انتشار میدن به جهانیان این اطمینان رو داریم و این رو من نمیگم کلام خداوند میگه و شاهده بر این خواهیم بود که خداوند مطابق فیضش ایرانی ها را نیز از این بندهای اسارت دروغ و گناه که به توسط جمهوری اسلامی امروز در ایران ساکن هست جدا خواهد کرد و دور خواهد کردش اما بعد از اینکه کوروش به دنیا میاد مطابق آن پیشگویی و قوم اسرائیل رو از اسارت ها از اسارت بابل نیز رهایی میده به آنچه گفته بود انجام میشه ما در کتاب دوم تواریخ نیز باز با آیاتی روبرو میشیم که عرض کردم بیش از 20 بار صحبت از کوروش شده در کتاب مقدس اما در این قسمت هم نیز گفتاری رو میشنویم که به ما قوت قلب میده که خدا با ایران و اسرائیل هرچند با همه ملت ها هستش هرگز خدای ما تبعیض نژادی نداره در ذهن و فکرش و ناسیونالیستی هم فکر نمی کنه. اون انترناسیونالیستی فکر میکنه برای همه فکر میکنه اما به طور خاص برای این دو ملت و در با این دو قوم کار بزرگی داره اعلام میکنه در دوم تواریخ باب 26 از 22 براتون میخونم و در سال اول کوروش پادشاه فارس تا کلام خداوند به زبان ارمیا کامل شود خداوند روح کوروش پادشاه فارس را برانگیخت تا در تمامی ممالک خود فرمانی نافذ کرد و آن را نیز مرقوم داشت و گفت کوروش پادشاه فارس چنین می‌فرماید کوروش داره اعلام می‌کنه یهوه خدای آسمان ها تمامی ممالک زمین را به من داده است آنچه که در کتاب اشعیا می‌خوانیم که خداوند وعده میده و او مرا امر فرموده که خانه برای وی یعنی برای یهوه یعنی همین اورشلیم هم وطنان مکه نه مکه بتخونه بود هنوزم بتخونه است چرا که خانه الله هستش اما اورشلیم نه خانه یهوه است خدای حقیقی اورشلیم خانه خدای حقیقی خدای زنده بود و مکه از ابتدا ابتدا مکان بتپرستی بود برای بتپرستان بودش خدای آسمان ها و تمامی ممالک زمین را به من داده است و او عمر و او مرا امر فرموده که خانه برای وی در اورشلیم که در یهودا است بنا نمایم پس کیست از شما از تمامی قوم او یهوه خدایش همراهش باشد و برود هموطن عزیزم این پیام برای تو هست امروز آیا تشنه حقیقت هستی حقیقت رو میخوای به آیا مشتاق به این هستی که آزادی داشته باشی نجات و رستگاری داشته باشی امید جاودانه در دلت باشه زندگی عاشقانه و خوبی داشته باشی تحقیق کن اگر تا به امروز نسبت به اسلام تحقیق نکردی بهترین تحقیق خود قرآنه برید بخونید قرآن رو برید بخونید و معناشو درارید ببینید آیا اون قرآن میتونه کتاب یک ایرانی باشه؟ که هیچ کدوم از شاهان ایرانی در اون قید نشده نیکویی از ایرانیان توش قید نشده غیر از این که بکش سر ببر دست ببر زنتو بزن غیر از این چیز دیگه شما در اون پیدا نخواهی کرد در این قرآن غیر از این که بیش از 400 آیه درباره جهاد داره که بکشید یعنی یک مسلمان رو تبدیل به یک بمب کرده اسلام که فقط لازم یه چاشنی بذاره منفجر بشه و این چاشنش هم جهاده این گونه هستش چون اسلام حزبه حزب شیطان هست من نمیگم قرآن میگه سوره ماهده امیدوارم اشتباه نکنم آیه 56 تصورم هستش که صحبت میکنه حزبه حزب الله مال الله هستش پس خواهش میکنم تحقیق کن تحقیق کن تحقیق کردی فکر رو دل و احساس رو تقدیس کن پاک کن قلبت رو باز کن و اگر انجیل رو خوندی میل به این داری که بیشتر بدونی میتونی تماس بگیرید با شماره تلفن 818 716 4 تا 0 من و همچنین بقیه عزیزان ما مشاورین ما در خدمت شما هستن برای رسوندن آگاهی و همچنین دعای نجات که نجات پیدا کنید از این به بعد با همون روحی که کورش داشت که روح القدس بود تو زندگی کنی و زندگی پاکی داشته باشی فقط کورش سالی یک بار شعار لبهای ما نباشه بلکه در طول سال روح کروش در وجود ما باشه دروغ نگیم گناه نکنیم قتل نکنیم زنا نکنیم ریا نکنیم در صداقت راستی ادامه حیات بدیم با سپاس فراوان از یاسر عزیزم در اتاق فرمان و سپاس از تک تک شما هم وطنان عزیزم عزیزان میتونید با ما باشید فردا پنجشنبه با آقای دکتر صحاب خواهیم بود در با مسائل سیاسی و همچنین با آقای عبستا سیاقش عبستا خواهیم بود تحلیلگر و نویسنده در آتوبا با شخصیت کوروش نیز و موقعیت تاریخی کوروش خواهیم شنید فردا ساعت 11 در خدمت شما عزیزان هستیم با برنامه خبرناک فیض خداوند عیسی مسیح پیوسته با شما خوبان باشد و بماند تا ابد آمین Oh.